شفاخانه ها را می توان از ناصافترین جاها برای حضور ارواح و یا فعالیت های غیر نرمال دانست. از آنجا که در شفاخانه ها تعداد زیاد از بیماران می میرند و گاهن ارواح سرگردان آنها باعث ناصاف شدن این مکان می شه. در این ویدیو آپلودر می گوید که او به عنوان نگهبان امنیت یک شفاخانه کار می کند. اواخر یک شب در حالی که او مشغول دور زدن بود، متوجه یک صندلی چرخدار در یک طرف راه رو شد. هنگامی که برای دور بعدی خود برگشت، متوجه شد که صندلی چرخدار در طرف دیگر قرار دارد. این اتفاق در حالی می افتد که هیچ کسی در ساختمان نبوده است. او بعد از اینکه مشکوک می شه شروع به فیلم برداری می کند و صحنه ای که او ضبط کرده بسیار حیرت آور است. See, I fucking don't. No. در ویدیو طوری که میبینید صندلی خود به خود حرکت میکند و مرد نگهبان با دیدن این صحنه فوراً آن مکان را ترک میکند. آن چوکی از آنجا برداشته میشه و او میگوید که هنوز شاهد چنین صحنه‌ای نبوده است. خانه خلیل. جنگیری به نام ایهاب قاسمیه که معمولاً برای شکار ارواح به صورت لایف به خانه‌های متروکه میره، بدون شک ویدیوهای او را از ترسناکترین ویدیوهای شکار ارواح در اینترنت دانست. طبعا اخوان انا لازم بدي احاول انزل على هذا البيت. بسم الله. وای در این ویدیو در حال تحقیق از مکانی است که وای آن را خانه خلیل مینامد. داستان این خانه طور است که مرد به نام خلیل دیوانه شد و قبل از اینکه به زندگی خودش پایان دهد، تمام خانواده‌اش را در این خانه از بین برد. گفته می شود روح خلیل هنوز هم این خانه را آزار می دهد. در هنگام کاوش ایهاب شروع به شنیدن صداهای عجیب و غریب می کند. ایهاب چیز را مشاهده می کند. به نظر می رسد شخصی از پنجره به نظارت در آمده است. اما وقتی ایهاب به او نزدیک می شود چیزی وجود ندارد. و هم به های المواقف بتكون الشغل یا قاتل یا مقتول. طبعا اعوذ بك يا قاتل يا مقتول اعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله بسم الله بسم الله. هاي خطواتك جن، والله جن قسما بالله انك. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوه. بسم الله ي ي ي ي ي. بسم الله. اما اتفاقات ترسناک در اینجا متوقف نمیشه. به نظر میرسه ایهاب حتی برخی از وقایع عجیب و غریب که دوربین آن را میگیرد اما او خودش متوجه نمیشه. در یک لحظه به نظر میرسه چهره از پنجره نزدیک به او نگاه میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إن. ایهاب تصمیم میگیرد که طبقه بالاتر را جستجو کند، اما احساس میکند ممکن است شبح یا جن خلیل او را تعقیب کرده باشد. هنگامی که در حال تحقیق در مورد خانه است، احساس میکند میتواند چیزی را در کمین پشت سر خود در آینه ها ببیند. خلينا نحكي شوي مع الجن. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله الرحمن الرحيم. الجن. بسم الله. دوستان اگر شما نیز در چنین موقعیت قرار میگیرید حتما این آیه را تکرار کنید. أعوذ بكلمات الله التامات و من شر ما خلق. بعد از اینکه ایهاب قاسمیه روح خلیل را در پشت سر خود در آینه میبینه و بسیار وحشت زدگی آنجا را ترک میکنه. بسم الله. دوستان آیا ایهاب قاسمیه روح خلیل را دیده و یا اینکه این ویدیو فقط یک حقه بازی دقیق بوده است؟ تصمیم با شما.
روح آزاد. این ویدیو عجیب مدتی است در اینترنت دست به دست میشه. توطئه‌گران ادعا میکنند که این ویدیو روح مرد را نشان میدهد که در حال عبور از جاده پر ازدحام است. طوری که میبینید این فیگور همانند یک سایه از یک طرف جاده به طرف دیگر جاده عبور میکند. البته جزئیات کمی در مورد درستی یا نادرستی این ویدیو وجود دارد، اما اگر فرض کنیم این فیگور جن نباشه، قطعا عبور از چنین جاده مزدحم بسیار وحشتناک و خطرناک است. با این حال شناسایی واقعی یا جعلی بودن این ویدیو را میمانیم به شما. گزارشگر استرالیایی به نام هلن پارکر در سال 2009 یک کاوش را در قصر دالهوسی واقع در اسکاتلند انجام داد. گفته میشه قصر دالهوسی گذرگاه روح زنی به نام خانم کاترون بوده است. خانم کاترون در نوجوانی وقتی خانواده‌اش او را از دیدن معشوقش منع میکند، خودکشی میکند. از این رو روح او هنوز هم در این قصر سرگردان است. هلن که میگوید به جن باور نداشت، تصمیم گرفت سیاه چال این قصر را به تنهایی در ساعت 2 شب جستجو کند. It's now nearly 2 o'clock in the morning. I'm down here in the dungeon. We were having dinner earlier tonight down here. It's definitely a very, very different mood now. The rest of the castle have gone to bed. Now I should point out I'm the only one in the dungeon, just me and my camera, and I'm facing the only doorway. So, had no signs of her tonight. او در حالی که نام خانم کاترون را صدا میزند میگوید که جین چیز یک شوخی بیش نیست. سپس در جایی که او نشسته اتفاق عجیبی میفته و هلن وحشت زده آنجا را ترک میکند. So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there is no such thing as gas whatsoever. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine. Oh, Catherine. The chair next to me is about to start thumping on its own. You'll be able to clearly hear it. It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it. Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. هلن میگوید در طرف راست سرش یک احساس الکتریکی عجیب را حس کرده و او حالا فکر میکند که شاید روح خانم کاترون او را ترسانده باشد.